هیچ میدونستین انسان‌ها موجودات فضایی‌ان؟ تو فضا متولد شدی، منم تو فضا به دنیا اومدم، هممون تو فضا به دنیا اومدیم. شرایط خیلی دقیق و ریزی لازمه تا ما انسان‌ها بتونیم اینجا روی زمین باشیم. حتی یه جورایی غیر ممکن بوده که ما وجود داشته باشیم، اما الان اینجاییم. در این ویدیو از پاراگراف میخوایم یه نگاهی بکنیم، ببینیم شاید انسان‌ها خوش‌شانس‌ترین و تنها موجودات جهان باشن. ما و هر موجود فضایی دیگه‌ای که ممکنه اینجا با ما باشه، باید توی سیاره‌ای زندگی کنیم که به دور یک ستاره سفید مایل به زرد میچرخه، نه یه ستاره قرمز یا یه ستاره آبی. نمیتونیم به دور یه ستاره آبی بچرخیم، چون این ستاره ها در چندین میلیون سال خیلی سریع میسوزن و زمان کافی برای طی شدن دوره تکامل موجودات و تولید موجودات هوشمند مثل ما باقی نمیمونه. ستاره های آبی موقع انفجار و فروپاشی تمایل به انبساط و قرمز شدن دارن. پس هیچ تمدنی نمیتونه در نزدیکی یک ستاره آبی شکوفا بشه. ستارگان قرمز که تا حد زیادی پرتعدادترین نوع ستاره ها رو تشکیل دادن، چشمانداز خوبی برای شکل گرفتن تمدن های هوشمند در اطرافشون نیستن. ستاره های سرخ اونقدر سرد و کم نورن که یک سیاره برای شکل دادن تمدنش باید به اون ستاره خیلی نزدیک باشه و همین نزدیک بودنم باعث میشه که سیاره در معرض تشعشعات کشنده پرتو ایکس قرار بگیره. پس با وجود اینکه تعداد زیادی از اونها هنوز وجود داره و به نظر میرسه که سیاره های زیادی هم هستن که به دور اون ستاره ها میچرخن، اما نمیتونن میزبان خوبی برای زندگی متمدن و هوشمندی مثل ما باشن. حدود 10% باقی مونده ستاره ها زرد رنگن. ما قبل از بررسی امکان زندگی هوشمند در اطراف یک ستاره زرد رنگ، باید این نکته رو در نظر بگیریم که اون ستاره باید یک ستاره نسل سوم باشه. چرا؟ چون تنها ستاره های نسل سومن که تنوع شیمیایی کافی برای حفظ اشکال پیشرفته حیات رو دارن. هر ستاره که با شدت بیشتری منفجر بشه، عناصر سنگینتری رو هم به وجود میاره. انفجار باعث میشه که این عناصر تو فضا پخش شن و سحابی ها رو به وجود بیارن. گرانش درون سحابی به تدریج نسل بعدی ستارگان رو تشکیل میده. بدن ما برای تشکیل استخونها و دندونهامون به کلسیوم احتیاج داره. مغزمون به روی نیاز داره تا بتونه سیگنالهای الکتروشیمیایی تولید کنه و به ما فرمان بده که حرکت کنیم، احساس کنیم یا درباره موضوعات مختلف فکر کنیم. همچنین خون ما به آهن نیاز داره. بنابراین بدن ما باید در اطراف یک ستاره نسل سوم از نوع زرد رنگ شکل گرفته باشه. به طور شگفت‌انگیزی زمین تمام عناصر مختلف جهان رو در خودش داره. همه 94 عنصر طبیعی موجود در جهان، از هیدروژن تا پلوتونیوم. شاید به همین دلیله که ما اینجا روی زمین وجود داریم و باید ممنون خورشید، کتوله زرد رنگ نسل سوممون باشیم. چرا زرد؟ چون ستاره‌های زرد در اثر همجوشی هسته‌ای به طور پیوسته در طی میلیاردها سال بدون اینکه تغییر قابل توجهی در درخشندگیشون به وجود بیاد میسوزن. اگه خورشید ما فقط 6% روشن‌تر یا کم نورتر بود، زمین برای حفظ این حیات متمدن خیلی گرمتر یا سردتر میشد. خوشبختانه زمین در منطقه قابل سکونت اطراف خورشید قرار داره. منطقه قابل سکونت جاییه که آب مایع در اونجا هست. بعد از اون باید سراغ شرط دوم برای حیات در فضا بریم، یعنی خود سیاره. مطالعات اخیری که با تلسکوپ کپلر انجام شده نشون دادن که یک چهارم ستاره های کتوله زرد ممکنه سیاره هایی مثل زمین در منطقه قابل سکونت اطرافشون داشته باشن. ممکنه از بین 33 ستاره کتوله زرد فقط یکی از اونها این شرایط رو داشته باشه، اما همچنان سیاره های زیادی هستن که در منطقه قابل سکونت به دور ستاره های زرد میچرخن. پس بیاین دومین شرط ضروری حیات هوشمند در فضا رو بررسی کنیم، یعنی همون سیاره. سیاره ها برای شکل گیری تمدن هوشمند باید ویژگی های خاص زیادی داشته باشن که به راحتی نمیشه اونها رو جداگانه توی یک سیاره پیدا کرد. مهمتر از همه، سیاره باید در برابر ستاره‌ای که به دورش میچرخه محافظت بشه،
چون ستاره ها با همجوشی گازهای هسته‌ایشون در پوسته بیرونی که به اونها هاله میگن در فضا می درخشن. ماهواره های خورشیدی ایالات متحده نیروی جریانی به اسم باد خورشیدی رو که عمدتاً از هسته های هیدروژن یونیزه شده الکتریکی ساخته شدن رو همراه با انبوهی از هسته های اتم خیلی از عناصر دیگه موجود در خورشید بررسی کردن و به این نتیجه رسیدن که این اتمسفر نیست که از زمین محافظت میکنه، بلکه مگنتوسفیره که باد خورشیدی خطرناکی رو که باعث ایجاد شفق قطبی هم میشه متوقف یا منحرف میکنه. زمانی که باد خورشیدی به سمت قطب‌های مغناطیسی زمین جذب می‌شوند، هوای اتمسفر بالایی زمین رو مثل یک لامپ فلورسنت الکتریکی می‌کنند. بدون وجود مگنتوسفیر که دور تا دور سیاره رو احاطه کرده، هر سیاره‌ای حتی در مناطق قابل سکونتش هم با بارش‌های مداوم هسته‌های هیدروژن یونیزه شده از ستاره‌اش برشته میشه. سیاره‌ای که روی اون حیات وجود داره باید مگنتوسفیر قوی داشته باشه تا بتونه بادهای خورشیدی رو منحرف کنه. در منظومه شمسی ما فقط سیاره‌های گازی مشتری، زحل، اورانوس و نپتون هستند که مگنتوسفیر دارن. اما سیارات گازی نمیتونن تمدنی از جهان‌های جامد انسانی و هوشمند رو روی خودشون شکل بدن. عطارد هم مگنتوسفیر داره، اما به دلیل فاصله کمش با خورشید برای جلوگیری از بادهای خورشیدی خیلی ضعیفه. سپر محافظ دیگه‌ای که زمین رو از خورشید در امان نگه می‌داره، جو اونه. جو از حیات روی زمین در برابر اشعه فرابنفش خورشید، تشعشعات شدید و اشعه ایکس اون محافظت می‌کنه. لایه اوزون از مولکول‌های سه اتمی گاز اکسیژن تشکیل شده که در اتمسفر بالای زمین قرار داره و مانع از تابش‌های شدید خورشید به زمین میشه. سیاره مریخ که اتمسفر اون هزار برابر از زمین نازک‌تره، اوزون نداره و سطح اون کاملاً در معرض تابش اشعه فرابنفش خورشیده. یک سیاره باید بتونه مانع تابش‌های فرابنفش یا یووی ستارش بشه. در نتیجه ترکیب خاص جو از لازمه های تشکیل تمدن های هوشمند بر روی هر سیاره ای به شمار میاد. قسمتی از سطح سیاره باید جامد باشه تا بشه روی اون راه رفت و کار کرد. سیاره باید پوسته داشته باشه. پوسته یک سیاره باید صفحات تکتونیکی داشته باشه که حرکت میکنن. حرکت این صفحات باعث فرورانش پوسته میشه. در واقع فرورانش زمانی اتفاق میفته که یک صفحه تکتونیکی زیر یا روی یک صفحه دیگه میلغزه و مواد پوسته رو به سطح میاره. این تجدید خواص شیمیایی سیاره مانع از تعادل شیمیایی در جایی که هیچ واکنشی رخ نمیده میشه. زمین لرزه ها و آتش فشان ها هم به فرایند تجدید ژئوشیمیایی کمک میکنند. فرورانش صفحات تکتونیکی هم یکی دیگه از ضروریات برای شکلگیری حیات روی یک سیاره است. هیچ کدوم از سیاره‌های مریخ، زهره و عطارد فعالیت‌های تکتونیکی مثل زمین ندارن. عطارد کل سطحش از یک صفحه تکتونیک بزرگ درست شده، اما بجز انقباض‌های جزئی هیچ فعالیت صفحه‌ای دیگه نداره. حالا بیاین بریم سراغ ماه. اگه بگیم ماه میتونه باعث زنده موندن انسان‌ها بشه، کمی اغراق‌آمیزه. اما ماه هم سهم مهمی در شکل‌گیری حیات روی زمین داره. اول گرانش اونه که در فضا همراه با زمین حرکت میکنه. گرانش ماه نه تنها باعث جزر و مد اقیانوس ها میشه، بلکه به چرخش زمین هم کمک میکنه و ماگماهای درون زمین رو هم به حرکت در میاره. حرکت ماگمای درون زمین و مقدار زیاد فلزی که در اونجا وجود داره به ایجاد مگنتوسفیر زمین کمک میکنه. پس ماه با کمک به زمین برای تبدیل شدن به یک ژئوداینامیک و ایجاد مغناطیس ما رو در فضا ایمن نگه می‌داره. ماه در مقایسه با سیاره‌ای که به دورش می‌چرخه، یعنی زمین، بزرگترین قمر منظومه شمسی به حساب میاد. یکی دیگه از کارهایی که ماه برای ایمنی زندگی روی زمین انجام میده، ثابت نگه داشتن زمینه. میشه گفت که ماه حکم قطب تعادل یک بندباز رو برای زمین داره، چون که از نظر گرانشی به زمین قفل شده، پس زمین در مقایسه با سیاره‌های دیگه زیاد تکون نمی‌خوره. به این تکون خوردن‌ها اصطلاحاً رهایی میگن. اگه زمین به اندازه مریخ یا زحل می‌لرزید، نه تنها آب و هوای ما رو به هم می‌ریخت، بلکه ممکن بود کشاورزی هم روی زمین غیر ممکن بشه.
این شرایط نجومی نادر و منحصر به فرد دست به دست هم میدن تا زمین رو برای بشر قابل سکونت کنن. علاوه بر اینها، موارد دیگه‌ای مثل عوامل بیولوژیکی تکاملی و شیمیایی هم هست که برای وجود حیات روی زمین لازمه. تمام این احتمالات و ناممکن‌ها در کنار هم به ما شانس زندگی کردن دادن. با توجه به تمام حقایقی که گفته شد، به نظر میرسه برای پیدا کردن سیاراتی دارای حیات توی جهان کار سختی رو پیش رو داریم. شاید ما اونقدر خوششانس بودیم که تونستیم به اینجا برسیم و شاید اونقدر بدشانس بودیم که نتونستیم تمدن‌های دیگه‌ای رو پیدا کنیم. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. به امید دیدار در ویدیوی بعد.